بعدين زمان يعني فصلي كه وارد مشابين فصل سازمان دموکراسی و در این پس بحث می کنیم از تحقیق حقوق در این سیته و به اصطلاح کسرت گرایی و رابطه انسان و سازمان. مطلب اول تحقیق حقوقست. فرض کنم شما در همین هفته پیش روزنامه‌های ایران از قول آقای مصباح یزدی نوشته بودن روزنامه های روزنامه رسالت که سمیناری بود است راجع به مرحوم مطهری و او در اون سمینار گفته که اصل اساسی اسلام ولایت فقیه است و ما نباید این وجه بترسیم که خود رو دائم با این دموکراسی غربی تطبیق بدیم. مردم رأیشون در ولایت فقیه اعتبار ندارد، ولی فقیه رو بسیار نماینده خداست و او رو هم نخبه ها معینی. البته شما ممکنه میگید که خب از این آقا اگر کسی میپرسید نخبه ها رو چه کسی معین میکنه و اگر اونها رأی میدهند پس رأی مردم اعتبار دارد، نه اون شما جواب میداد که نخبگان رو مردم معین نمی کنه. نخبه صفتی است که انسان پیدا میکنه در اینکه به درجه اجتهاد میرسد و نه تنها فقیر میشود بلکه توانایی ملکه به اصطلاح انتخاب مصلح رو هم پیدا میکنه. در واقع این همون تعطیلی که الان هم در کلیسای مسیحی هست. گیر منجه حالا دیگه اینها پاپ اتمالی هم میتونه مجلس خوبگان دستگاه کاتولیکی علمی نمیگه که ایشون ولایت تامه و مطلقه دارد و جهان هستی سابقی نداره میگه گفته است که حالا اگر ما بفهمیم دموکراسی غربی رو بپذیریم و باید ارزش های غرب از جمله همجنسبازی رو هم بپذیریم. حتی تو زیادی هم فکر کردم شاید این لحاظ این تظاهراتی که همجنس بازان در کشورهای مختلف می کنند این به این فکر افتاده که تو ذهن عامه اینطور جلوه بده که در غرب همجنس بازی ارزشه. بعد متوجه شدم که نه، در یونان قدیم اینجور بود. فیلسوفانی که رسم دموکراسی رو بعد کندن و رسم استبداد رو آوردن، اینها زن رو در خور این که به اصطلاح انسان بود، انسان که مرد بود عشق و عزت نمی دانستن. پس معشوق ناگزیر می باید یک جوان رعنا و زیبا می بود و این قاعدتا باید او تو ذهنش می بود، چون در غرب امروز اینا تداور می کنند که اجازه پیدا کنند. این نه تنها ارزش نیست، در بسیار جا مجاز نیست. اتفاقا من در تو عامه مردم که ضد ارزش هم هست هنوز در جامعه اونجور نشده که در جامعه های غربی همچه بازی رو ارزش بدارد. در حال این حرفای این آقا رو شما یک مقدار روش دقت بکنیم این دنیا چه جوری زیر و رو شده، این دو رو شده زیر و رو نه این دو رو شده. به لحاظی که از هند که بگیریم که بودا در اونجا پیدا شد، ایران که بگیریم که زردوش در اونجا پیدا شد، بعد در از ایران داره به تمدن های سومر و اینها که ابراهیم در اونجا پیدا شد، بعد بیاد در بالاتر در قلمروی امپراتوری در قلمروی اول سر اوم که موسی پیدا شد، در قلمروی امپراتوری روم که عیسی پیدا شد، در قلمروی هر دو امپراتوری در مرز هر دو امپراتوری که پیغمبر اسلام پیدا شد، در تمام این قلمروها پیامبران تجدید کنندگان سنت های همین چیزی که امروز در غرب
نیکاراش معصوم هست پرسه دموکراسی دموکراسی ایش باید میشه قهدی نداشته اثر نمیشه دنیا نرفته قهدی میترین اثر مرز دموکراسی رو قبلا در اول این صحبت ها گفتگو کردیم در هند رو ارز کنم ایران قدیم و سومر یافتم امروز و تحقیقات جدیدی که انجام گرفته همه باید از این باید که پیامبران هر جا آمدن در واقع برای این بوده که استبداد رو برندازن برگردادن جامعه ها رو به سنت تبری از استبداد که همین مردم سالاری بوده مدرم کردن تحقیق اونها بسیار دیر بعد از اونها پیدا شده و حالا بگیم که متأثر از اونها نبوده لاغت اگر فرزوتر از اونی هست با اون مردم اون قسمت های ماست حتی هرودوت از تاریخش می نویسد که وقتی که داریوش هفت خانواده بودن دیگه اون تداره کردن کودتا رو مثلا اون جمع شدن که چگونه حکومتی ایجاد بکنن یکی از این هفتا و تحتا دموکراسی بود و قبطی در این ضرورت دموکراسی بود داریوش با اون مخالفت کرد و رو که مثلا ما در مزان می هستیم قدرت جهانی بشن می اومینم خب اگر دموکراسی در ایران نبود و هیچ سابقه نداشت این از کجا پیدا کرد و دیرو بده عنوان کنن پس یه زمینه داشته که این عنوان کرده دیگه در اطمان اطمان نموده حالا که در تاریخ اساسی ایران هم شما توجه بکنید میبینید که میگوید در دوره جمشید نه سرما بود نه گرما بود نه پیری بود نه بیماری بود نه مرض بود نه مرد بود نه گرسنگی بود آزادی بود و زور نبود و هیچی نبود بعد شیطان آمد و جمشید رو فریب داد گفتم این کارهایی که برای بشر کردی خدا داره مفهوم باشه نگرد از باید ازدهای خدایی کنه از اون به بعد اصطلاح دعوا با مذهب شد و اون زهار پیدا شد و بقیه داستان بعد از اسلام هم هر بار که جنبش های مردمی تو ایران پیدا شده به استقرار دموکراسی انجام میده از جمله در سمنان جامعه صلواتی در شرق ایران جامعه ملک محمود سیستانی در سیستان اوائل کار سربداران در خراسان شما و در کرمان و در گیلان و اواخرش دیگه مثل چیزهای دموکراسی های دیگه از طبیعت خودش منحرف شد و آخرین سربدار که در خراسان حاکم بود برای اینکه بر حکومت بمانه دعوت کرد از تیمور رنگ به خراسان نیروی کلی از طبیعت خود سرگرم شد و این همه به اصطلاح حالا این آدمی در مقام به اصطلاح اینکه گویا در حوزه مدرس هستی شد میگوید که مثل اینکه اصلا ما این ملت های ما بوی هیچی از این چیزا به مشامشون نرسیده یک توپه این در قرد پیدا شده معادل با همجز بازی و ما در پایان قرد بیستم مسیحی داریم زندگی میکنیم در زمانی که دانش بشری هر پنج سال دوباره بر میشد هر جمله اموری هم که در غرب به اصطلاح میگوید یعنی اول که متعی بودن که این مونتسکیو پیدا کرده تحقیق قمار بعد گفتن که نه تحقیق رو تو زر جدیگر کردن گفتن ابن خلدون پیدا کرده اون اول با اون کسی که صحبت کرده از اینکه باید قمار مثل آنچه که دو مجموعه دولت رو تشکیل میدهد از هم منفک باشه یعنی دادگستری باید از قوه مجریه جدا باشه و قوه مقننه هم از قوه معینه جدا باشه اما خب ابن خلدون هم یک جامعه شناس و هم فیلسوف و هم یک قاضی مسلمان بود مثلا منبع آموزش و اطلاعی اون قرآن بود که این تفکیک در قرآن به عمل آمده است اما یعنی چه؟ که در خود این قد مرسوم شده یعنی چه؟ یعنی چه تفکیک بود؟ اون که واضح اولش بود در خود قد یعنی مونتسکیو میگفت که اگر رژیم ها رو بر اساس اینکه قوا قوه مقننه قوه مجریه و قوه
قضایی در یک جا متمرکز هستن یا نیستن، اینها رو با هم دسته‌بندی کردن. مثلا ترکیه رو میگو که استبداد محض لحاظی که تمام قضاییه و مقننه و مجریه در شخصش ها متمرکز. انگلستان رو میگو دموکراسیه و اینکه این سقوبه از هم جدا بود. و میگو قوبه قانونگذاری اگر بخواد خود مجریه هم باشه و هر چیز به نفس تشخیص میده میکنه قانون میزنه به اجرا. پس این نباید اجراییات بخواهد داشته باشه که جز مصلحت جامعه در نظر نگیره وقتی قانون برده. قوه مجریه اگر بخواد صاحب قوه مقننه باشه همین کار میکنه، هر چیز رو احساس میکنه قانون میزنه به اجرا. پس او هم فقط باید مجری قوانینی باشه که قوه مقننه اجرا کنه. قوه قضاییه هم اگر بخواد که اجرایی دستش باشه میشه مصیبت درست از نور بگیری و تنکیز وقتی مدعی شد بازی داده سود است. هم خود مدعی هم مجری هم فرانکین این دیگه ما خودمونم در اول انقلاب دیدیم این مصیبت. پس او هم در اجراییات هر نداره دخواهد. خب چجوری این سه تا قوه از هم جدا بمونه؟ چه کسی این رو ترتیب بده اینها؟ مردم این کار رو کنن یه دستگاهی باشه که این چه قبر از هم جدا نگه داره با مردم. نه از دیدمون به اصطلاح خیلی شبیه بود به نظر اجباری و از راه اجبار آقای کمینی میگم که خودی خواهر مردم میگم مردم رای دادن بیه حق ندن تمام فکرش موزشی که من میگم مردم که رای دادن دیگه حق ندن رای دادن در کمینی مرکز دیگه مونه مردم. این سه روغن که باید جوری در رابطه قوا قرار بدیم اینا رو که این ندوان پاس کرده بکنه اون ندوان پاس کرده بکنه. خب عملا چجوری میشه باید خواستیم چجوری رابطه قوا قرار کنیم کنیم حالا یک تصویبات میشه هم بگرم میتونم رو وکیل مجلس هم نداره وزیر بشه، وزیر هم نداره وکیل بشه، قاضی هم نداره وزیر بشه، وزیر هم نداره قاضی بشه و قوانین باید توری تصدیب بشه من که مجلس تصدیب بکنه که این تداخلات رو اجازه ندهد و در مصلحت عمومی باشه. برای اینکه قانونی در مصلحت عمومی باشه میگو که باید اطمینان خاطر بیامد و به نظر او مهمترین چیزی که اطمینان خاطر رو میبرد این که انسان در شعوناتش رو شخصیاتش و زندگی مادیش از تعرض مسئول باشه. قوانین نروی باید راه تعرض به این امور رو باز کنه. خب حالا از کنی معلوم که این قانونی که وضع می شود داره مشخصات هست. چه دلیلی داره که یه کسانی که به اکثریت رای داده رفتن تو مجلس این مشخصات که آقای مونتسکیو می گوید رعایت کنه؟ در اول دیدن که اون ترتیبات که ایشون میگوید که این مراقب اون باشه اون مراقب این باشه این شدنی نیست. اول این فکر که مطلق که این استبداد بهتر از استبداد خواهد شد این معنی که اگر فرض کنیم که هر حقوقی این رو این آقای آلن تورن جامعه شناس فعلی فرانسه این نظر کرد و اگر هر حقوقی که باید مستقر باشه که دیگه هر کار توانم استبداد داشته باشد این دیگه تو میشه دموکراسی میشه بزن قانون مجلس به کلی مستقل باشه در قانون گذاری و مردم هم اونجوری که شما آقای مونتسکیو میگویید جای دادن دیگه همه برمه چیزی خود این پس رعایت رو رفت قانونی نمیکن رعایت اون کسانی که اون قدرت دارن تو جامعه عملا دستگاه قانون قوه قانون گذاری میشه عامل اون گروه های قدرت ها. همین قوه مجریه اگر مستقل باشه از هر گونه نظارتی خود میشه باز خود کامل مردم ها که بگی کار کار دادن همجور دست های نظاری اگر نفت افتار و امیر رو آیت رو کنه خودی این دوشه روی خیال سرکان می فرمایی که مستقل مستقل چیه در خصو جامعه هست دیگه. اگر هیچ نظارتی بعد این نباشه هر بزرگ باقی میشه بده. پس انتگاه مطلب میشه. حالا که انتگاه رو مطلب نمیشه بعد استقلال مرسی رو چگونه باید تعمل کرد؟ در آمد این همینطور که میدانید اولا این انتقاد چه اولا نیش بکنم انتقاد حتی اون حتی هم که مونتسکیو میگفت
عملی نشد. همین الان در تمام رژیم‌های دموکراسی به معنی که یک حزب اکثریت رو دست میاره، عملاً دو قوه قانون‌گذاری و مجریه در دست داره. تمام قوه قضایی هم اینقدر مستقله که ما نتوانستیم از آقای نهضت‌آزادیش رو فرانسه شکایت کنیم. به لحاظ این دو ایرانی متهم به قتل شده بود. از اون وقتی که دارا دوستانی به دو حضرت دو ممکن بود به بعضی حاضر بشن، اون بعضی ها از جهاز دیگه اشکال داشت. اون اونایی که فکر میکردن که اعتماد دارند و حاضر از این جهاز نگردن بپذیرن که ترک کنند در ما و اینکه بی خودشون به ما گفتن با میرسن. پس اون تحقیب نشد. با این حال یک تحقیباتی تقامل شد. اون تحقیبات یکی شمی به اصطلاح شورای دولتی است یا شوراهایی که در بعضی جهات ایمان همی کشور بعضی جهات شوراهایی که کارش نگهبانی از قانون اساسی است که اینها قوانین عادی رو به اونها ارجاع میکنند که آیا منتظر با اون قانون اساسی هست یا نه. اگر نبود نقض میکنند. پس در قوه مقننه ناظر هم میکنند. باز شورای دولتی هست که اگر دولت در اجرایات از حدود بیرون رد میشه ازش شکایت کرد اونجا. در امریکا در سایه قضایی تا حدودی مستقر و اینکه مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند. علاوه بر اینکه در همینطور که میدانید در دادگاه ها به اصطلاح هیئت منصفه گذاشتن که به ترتیبی جار افراد عمومی مستقیم دخالت میکنه در حالا جریان و در وسایلت خواهیم دید که برنامه ها هم که باید نگرده و قوای جدیدی بر این حدود این قوا میشه قوه نظارت میکنند که مطبوعات هم و افکار عمومی. این برخواهیم هر جور این امریکا مثلا ترتیباتی که بعد در سازماندهی اون راسی پیش آمده یکی جدایی به اصطلاح کلیسا از دولت است که در عنوان لایسیته موضوع بحث ساخته شده است و ما در امروز تاریخ چه میگیم در جلسه بعد هم وضعیت امروزی رو در حال حاضر تا حدود زیاد دولت ها از کلیسا در دموکراسی ها مستحله به اصطلاح انتخاب شده و دولت ها با تا حدود زیاد از مرام ها قادیت دولت دموکراتیک مرامی نداره. اون هم که بود در اسم قدسون دموکراسی های توده ای گذاشت بودن از برد این هایی که بوده در کره شمالی و در چین و در کوبا. رابطه کلیسا و دولت در بعد از ابتدای تأسیس کلیسا تا امروز یه تحولات بسیار متعددی کرده در دو جهت. نخست در این جهت کلیسا میگفته که کار سزار گفته بود از برآمدن گفتن که مسیح فرمود کار سزار را به سزار بگذار کار دین را بردید و این طرفدار مسیحی ها طرفدار این بودن که دولت مداخله در امور دینی نکنه. پس ابتدا این در کلیسای مسیحی بوده که خواستار جدایی کلیسا از دولت بوده. اون وقت در آغاز کار دولت یه بار بود بعد اینها حکومت گرفته کلیسا گفته که مسیح فرمود که خدا به مسیح فرمان روایی کل آسمان ها رو داد و خب هر کس بر آسمان ها فرمان روا سر زمین هم فرمان روا پس کل هستی تحت امر کلیسا از اون جا آمد میده. بعد دوباره دعوای دولت های نیزی پیدا شد و کلیسا های کشورها از دولت ها جدا شدند دستگاه پاکی جدا شدند تحت امر دولت ها در آمدند. بعد دوباره با کلیسا زور زد مرتده ها که برکه حساب خود چسته دار دولت جدا کنه. این بار
این در ایران عهد سیار میکنن در میکنن که این دولت هست که کلیسا رو طلا داده رو کنن در میکنن آجی نه کلیسا رو دیگه کوشش کرده از سیطره دولت بیرون بیرون دستیم که الان تاریخش برای شما میکنن پس اول بار در استناد اون دیگه در انجیل متیو رد کرد به صوبه 22 آیه 23 امور سزا و به سزا و من که به خدا راجعه هست به خدا را بزنید این اعراف مسیحی هم بود کرد و اول می گفتن آقای سزا تو تمام امور دنیایی در قلم بود هر که امور معنوی است اینو به قلم بود نمیده ما اون رویزه تو در کار ما در قلم نبود ما رو در قلم تو نداریم که در کار این قلم بودید نه و این حرفا چه این قلم روی دین رو از دست بده به درویش اون بشه کتار از دست میده و بچه مهمی از قدرت از او فرار میکنه قدرت داره دین تابع قدرت هست و به مدت سه قرن مسیحیان اجبانوی بودن به حال کاردن ها بودن تابعیت قدرت رو ببازیم مدت سه قرن تا اینکه کنستانتین امپراتور شد و او در 313 میلادی این آزادی به مسیحی ها داد و از اون صاحب دین هست زیاد قبول کرد مسیحیت وجود داره ولی به تدریج این مسیحیت قوت میگرد در سال امپراتوری ضعیف میشد در 380 که ادرس مسیحیت را دین رسمی کرد در استرا حاکمیت کلیسا پذیرفت این اونا دیگه مفاصل این رد بودن بعد شاهان گوشید که خود رو به عنوان حامی کلیسا و اینها عملا تحت مهار در بیاره ولی او به تحت تحول داشت انجام میگرفت و دولت امپراتوری ها سربسته بود و دولت های ملی داشتن در قرار پیدا میشدن این دولت های دارای ملت و به تدریج بین این دولت های ملی یعنی دولت هایی که نماینده یک ملت بودن مثل دولت انگلیس مثل دولت فرانسه نه تو یا آمارا میده بودن اول نمیدن اینها کوشش میکردن که حساب کلیسای خودشون را هم از دستهای باقی جدا کنن حالا هر جا به یک در تمام این سلسله ها هم در جرمنی و آلمان ها هم در انگلیس هم در فرانسه اینها با دستهای باق مسافه میکردن در سر باب که میگو شما را تحت همون هم باشید اینا که میگوزن نه در ما عنوان شاهان این کشور را تحت همون شما نمیستید بلکه کلیسه های ما هم باید مستقل از شما باشن فرانسوی ها چون منطقه رئیسیته الان در حال حاضر در فرانسه وجود داره در جایی دیگه وجود نداره در فرانسه هست فرانسوی ها انگلیس ها به صورت این گرده که اصلا کلیسا شد جورا کرده و یه چیز دیگه رو تحت همشه ها شده بیچه فرانسوی ها از کاتولیکی بیرو نه آمد مثلا کاتولیکی بیرو نه آمد ولی یک قطعی دیگه دادن که به اصطلاح تحت عنوان گری کنیس گری کنیس این در تاریخ پیدا شد که با معناش این بود که استقلال کلیسای فرانسه از دستگاه پاپ و این اول مثلا شاید ادهی متفکر با دارد که اینا یه راه قانونی رو بودن ها یه راه قانونی پیدا کنن برای که حساب کلیسای فرانسه را هر کلیسای پاپ جدا کنن دو که کلیسای فرانسه را برن تحت عمد شاه فرانسه اونها از جمله اونها یکی هولن بود یکی دی کاتی بود کاتی بود و پیر کیتو اینا این ستا منشور گریکنیس رو تبدیل کردن در 1631 شخصی به اسم دوپولی بیانیه حقوق و آزادی های کلیسایی گریکان را تحریف کرد این پنج تا چیز داشت ماده داشت پنج تا هست بیان یک نشا توانایی اونی داد که از انبار دارایی های کلیسا مالیات بگیرد
احد راسته که شیشه رو به شاه میداد سلطن دنیایی میگفت همش مال شاهه در قرن روی قدرت دنیایی که مال شاهه ها بدون اجازه اون نمیتوانه عمل کنه پس اگر در قرن روی که حکومتش با شاهه خواست که کشیشی رو عزل و نصب کنه این باید با اجازه با معاملت شاه باشه اگر معاملت نکرد نمیتوانه مقرباتی هیچ تصمیم فاسه هیچ تصمیم فاسه در فرانسه قابل اجرا نیست مگر اینکه به صحه شاه رسیده باشه چرا فرستادههای فا معمول اگر فرستاد بدون اجازه شاه با حق در وارد قلمرو او میشود پنج شاه هم که گفتم اجازه داره از اون فیل در رایها کلیسا نه بله شاورا از اون وارد در کلیسا تا رسول پاپ داره اگر پاپ پاس هر کلیسه های فرانسوی مالیاتی بگیره باید با موافقت شاه رو خودش که مال خودش میگیره بریجی پاپ هم اگر پاس چیزی بگیره اونم باید اون موافقه ارز کنم به شما عرضا گرچه از نظر حقوقی هم اگر نباشد به لحاظ این کلیسا حاکم بر کشور فرانسه است در عمل باید که کلیسا رو رئیس خودش بشه و بالاخره مجلس خبرگان کلیسای فرانسه بدون امر و اجازه شاه نمیتواند تشکیل بده و اگر تشکیل شد اون چرا که تصریح میکنه این مقدمه و فرامی خواهد خب که اعلان در واقع پس کلیسای فرانسه شد تابع شاه فرانسه روی چهارده رو داره و اینکه تقریبا جدا شد از دستگاه پاک و در زمان همین سلطنت لویی چهاردهم در 1682 مجلس روحانیان بیانیه شد در چهار اصل تصویب کرد مجلس روحانیان فرانسه یا فرانسه که اون چهارده اصل چهارده اصل شمالت میدن هست یک مصدقات مجلس خبرگان مقدم در فرامین پاپ هست که تو سبیه بود دو پاپ باید قواعد و عرف و مصدقات کلیسای کاتیکان را محترم شمارد عکس و فیلال او تابعی کلیسای فرانسه بشه سه آنی که فتاوی پاپ در امور دینی اعتبار بدون خدشه پیدا کند باید به تصدیق تمامی کلیساها برسد و چهار با دستگاه و مستقیم هست این چهار ماده اون مجلس تشکیم البته پاپ زیبا در اونی ها همش موهومات اون زرد بازه است و تو تشرف میگید و شما هر کتاب من نیست از مسیحی نیست به معتبه به کشمتیت رو لخواه تواقبات گردن ولی عملا به اصطلاح دوی چهارده ها این جانبدار جدا کردن کلیسای فرانسه به طور کامل از دستگاه پاپ بودن ناپلئون که آمد او دوباره رفت سراغ همین نگفته اون جدایی کلیسا از دولت حرف بیرفتی شد که عمدن بشه به دولت حاکم میشه بر اروپا پاپا ممکن گرفتا بود عملا به عنوان اینکه بیاد از فرانسه مهمانیشون باشه منتظر همین کنسیدر کنسیدر زمانیشون دوباره به ولیتانیس چرکید و یک توافق به اون باق کرد که تحت عنوان کنکوردان معروفه ولی خب خودش بعد یه چیزهای معروف ارزور که بنابر اونها عملا به اصطلاح دستگاه چیزی که به طور کامل رفت تحت امر امپراتوری و امپراتوری بعد مثلا آرای پاپ هم بعد پیدا کرد دامنه اختیاراتش از سال 1880 روابط دولت و کلیسا در جهت جدایی این دو از یکدیگر چه می کرد
هم وقتی که در 1904 این دعوا شد بین دولت فرانسه و واتیکان و آنتون قد شد اون کنکوردار هم نبار شد و وقتی کاش در سال 1905 در فرانسه به اصطلاح قانون جدایی کلیسا از دولت تصدیق شد. پس توجه میکنید در واقع این کلیسا بود که تحت امر دولت بود و میخواست بیابی بود. حالا بنابراین دیگه دین رسمی که دین مسیحی بود در قانون اساسی همون و ماده دوی قانون 1905 لایسیته رو اینجور تعریف کرد: جمهوری هیچ دینی را رسمیت نمیکرد که مقامات هیچ دین حقوق نمیدهد، یعنی حقوق معامله رسمانی که به تأسیسات هیچ دینی مقرری و مساعده نمیپردازد. جمهوری آزادی وجدان و دین را تأمین میکند، آزادی عمل به هر دین را به طوری که نظم عمومی ایجاد میکند تضمین میکند. این لایسیته. حالا این رو شما مقایسه که برمان اونی که توی ذهن هموطنهای ما ترتبهای لایسیته هست و اینا تغییر میکنن، این چه مرحله مهمی است؟ حالا هنوز ادامه دارد چون اینجا نمون که دوباره مرگ است. حالا خیلی کلیسا هم گذار کرده تو تحصیل که میاد قرار شد که دولت لایک دولت لایک بمانه، یعنی هیچ گونه مداخله در امور دینی نکنه. برای مثال اگر دو تا کشیش با هم دعوا کنند سر روزه در ایران هم بودیم تا سر امامتی مسجد دعواشون باشه برنگ آسوسری آسوسری رسیدی نمیکنه، میگه که دولت از کلیسا جدا. اون کسی که مثلا پیشنماز این کلیسا کشیش این کلیسا چه پرتر مراتب کلیسا رو معین کرده باشه اونا باید دوازه کنه، هر که اون پرتر مراتب دیگه دست های اجرایی همون بیزاره شد در خیلی امتیازات دارن این مثلا کلیسا که هیچ اهل و بهربی تو همین کشورهای داری ندارد. مثلا اگر یه اجتماع سیاسی تشکیل بده یه حزبی، حفظ امنیت ما در اون اجتماع با قوای انتظامی است، حالا که در کلیساها اجتماع ها با خود کلیسا قوای انتظامی ها خود در اونجا وارد بشه. گفتو در اول قرار بوده سالی یک بار اینا اجتماعاتشون به ضرب کشور اطلاع بودن، اونم گفتن این اولا مخالف رو اونجا در یک کلیسا از اون بکنی یک سالی هم مخالف آزادی چیز عمل عقید است بوسه از نمیش عمل میشه. خب از آلات از آن از این تاریخ خلاصه کنم میبینیم بعد چه بود چی شد. اول کلیسا میخواست مستقل از دولت باشه، دولت قبول نمیکرد، بعد کلیسا حاکم باشه در دولت، این دولت کلیسا با هم عمل میکردن در یک دوره تاریخی درازی خصوصا دوره انکویزیسیون که دولت عملا در قلمرو خصوصا دینی تابع کلیسا بعد که دوره دوم شد که رسید به این جدایی خیال نکنید که عمومی شد. حالا گفتن که وجدان دینی آزاد نه، در انگلستان جانلار که خود طرفدار همین مرام بود میگفت کاتولیکا و بی خدایان این ها در خود این نیستن که از حق اغماز عمومی برخوردار میشن. در فرانسه هم بسیاری از این حق برخوردار نبودن تا اینکه به اصطلاح دیدین ها در فرانسه قوت گرفتن، نه تنها قوت گرفتن حق پیدا کردن، حالا اونا آمدن و گفتن که ما ارکن باید که این جامعه رو بیخدا کنیم، این تا بشر از خدا آزاد نشه آزاده میشه جامعه باید بودا. پس مثلا لایسیته بهش معنای جدید دادن، این معنای جدید اینو فراموسان های فراموسانی بودن اونا پیشکان بودن، این بود که جامعه بیمزن چجوری این کار رو بکنیم بودن از راه قهر بکنیم بودن از کار با قهر تا پیش نمیده از راه بنیادها باید بکنیم، از راه خلقتی
بنیادهای فرهنگی، بنیادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به تدریج باید که دین زدایی کنید. سر دست اینها در فرانسه لئون دانلتا و جورتری و جورج کرمانسوی معرف سرزن فرانسه بود که در واده گوشو و این تیپورتیت اشخاص در این چیز هم یه ایسم پیدا کرد چون دیارش مرام دیده صاحب مبارد بود از این چیز جدا کنیم کلیسا و از دولت ها شدیم مرام دیندرهایی شد مرام دینداره. خب آمدن رجوع داری قانون این مدابس لعیت رو او تصویر بستم که چیز کلماسه به این آخونده نزیه گفتون دروای ما و شما تو مدابس نگه خواهد شد، یعنی اینکه علم به تدریس بشر رو از خود اولاد شما پیاز خواهد کرد. این بود حالا میگم چیز تحمل چیش. خب میگفتن اینها جمهوری وقتی جمهوریست که رایی باشه. خب یعنی چه جمهوری رایی باشه؟ یعنی اینکه دین در اون جامعه نکنیم برایت از مالکار باشه. خب و اینها بسیار خردگرا بودن، میگفتن عقل انسانی او رو بینیاز میکنن از دین. شخصی بود به اسم ویویانی در 1906 گفته است در گذشته ما کاری بزرگ کردیم در انقلاب فرانسه بود، ما اینجا مذهب زدایی بود، ما وجدان انسانها را از چنگال باور دینی رها کردیم و ما در آسمان روشنایی ها بودیم و نباید بگذاریم عطر روشنایی به عطر تاریکی بازگردد و آسمان خرد از نو تاریک شدند. پس به اصطلاح خرد و علم رو میخواستن بگذارن جانشین دین. خب گفتم خب حالا تو مدرسه معلم چی بگه؟ حالا بگیم دین اگه ارزشهای دینی نگه چی بگه؟ گفتم که ارزش های جهان شمول رو بگیم. خب ارزش های جهان شمول کدام هایی که بگه؟ حالا بگیسیم اینجا هر وقت دیدن که بخوام قانون بیارن تحصیل بکنن که دین نباشد تو این اکتریت نمیارن خاصی بزار تحقیق کنن و قوانینی که برای اینکه اکتریت بیارن قابلیت اجرا پیدا کنه قوانین می آوردن که نه مدرسه باید بیدار باشه. بس مدرسه ایز از دین که تو کلشون بود وقتی به قانون رسید به بعد قانون رسید تو مدرسه بیدار. خب بسیار هر دسته او بیدیانی گفت ما میگیم مدرسه بیداره ولی در واقع دیگه او بیدیم ما میخواییم مدرسه داشته باشیم کلک دین رو کنیم. ولی وقتی جورتری در 1882 و دو تا قانون آورد وزیر دومی در 1886 رو به تفسیر رسان و انجامان های مسیحی بعد از بچی به دست کلیسا تنگ و دویت کوتاه کرد حالا گذران قومشن راجع به زنان آوردن اینجا گفته که زنان یا باید به ایر تعلق پیدا کنن و یا از آن کلیسا بمانن و میگو که هدفشان این است که انسانیت بزن خدا بسن. حالا گفتن آقای گذاری در مدرسه خود چی سیاسی بگیم به بچه ها چیزی درست بگیم و یادتی به اجرا خیالات نمیشه خیالات با وقتی به اجرا رسیدیم و باید سیدون مرموز خود ببینیم دین نواشه چی باشه چی باشه چی باشه غلطی نمیشه. خود رو گفت که به خطاب معلم ها گفت با بیشترین احتیاط سخن ببینیم وقتی دین 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 ها میدارد سخن شما احساس مدهنی را جدید دار کند از سخن باز استید. سجدان خودت بسیار ضعیف است و هر انداز احتیاط کنیدکار ضعیف باز کند. خب بخواهم که وجدان مذهبی جدید دار نشود وجدان خودتن که خیلی ضعیف اونم که احتیاط بکرده ولی چی بگید که این از اون به رحمه مدر چیز بیرفتید مون دوش دیدن که خب این ارزش های من کتا ارزش های که جامعه عموماً رو دارم اونها رو اونها که جامعه دارم خب ارزش های مذهبی بود دیگه
چیزی تو جامعه ارزش بود هر از تو جامعه تو بندان نظر قبول بشه. حالا اولا این دو تا دیدم در همه از دو خطر داره، یکی این که درست هم مدرسه که میخواستن عامل مدرسه داری بکنن خود میشود که عامل مذهبی کردن جامعه و اون ارزش ها رو یا باید اون ارزش ها رو بگن یا ارزش های جدیدی پیدا کنن از رو. اگر ارزش های جدید پیدا کنن خود هنوز عمومیت پیدا اگر تا برمان ارزش های عمومی بشه تدریس کرد. پس معنیش این است که هیچ ارزشی تا عمومیت پیدا نکرده قابل این عمومی شده نیست خود هیچ ارزشی پیدا میشه، جامعه متوقف میشه راستش. اگر بخوان اونها رو بگم یه خوراقا تو کردی که این ارزش ها رو دید پس تو یه مرام میداردی مقدر نظر رو بردارید ما رو خود رو بذاری جان یه زر شما کومونیستی یا اومده سوسیالیستی و رقیه مرام میداری ارزش که هر حرام میده که این گرفتاری طبق شد که عملا کلیسا از این برنده شد برای یه عمومی همچه مشکلی نداشت اون سوال ارزش هاش تحقیق کرده بود ارزش جدیدی رو خواهد بیاد ارزش کنید که ارزش های آمده مورد قبول آمده هم ارزش های کلیسا آقایان میگه حق پیدا نمیگردن ارزش پیشنهاد کنن لحظه عجب کنا رسول اینجا شد آخر دلار رو بده که بعد رو بیان گذاشته چه کنن باید وزیده آمدن گفتن به این که نه خب بعد ما باید نه دیم شدیم چه حق این مورد این درست حالا اون که زده دینی حق چه بوده از سه دایسی تا زده دین حقی بیرد بوده دولت اصلا بیترد باید باشه بیترد کار به کار دین نداشته هر کلیسا رو که دین خود چه بگه کلیسه دین خود چه بگه مسجد هم دین خود چه بگه هر که دین خود چه بگه پس بیترد بیترد یه باشه باید دیدن خوب بیترد رو هر مقابل باید انتخابات بگم یک شنبه روز دینی شونه تحقیل نباشه چرا که تحقیل باشه جمعه بگن تحقیل و متعبان هاست چند تر ما یه رو بگن یک شهر رو بگن مال مسیحی هست غیر از این ها بگن یه روز دیگه به پس بیدرم نیست دیگه به طرف دیگه اون روزشون از پس نور پس گفتن خب حالا با این تحقیلات دینی رو مار کرد پس اون ما ماسی همین در حضام فرانسی ما برای این کسرا تحقیلات خیلی تحقیلات میزید که چند تا بیشتر نیست برای یه تحقیل هست تحقیل هست همین روز همین روز که ما صحبت میکنیم یه تحقیل دیگه در فرانسه که در کشور مسیح دیگه نیست مثلا در اسپانیا نیست ولی در فرانسه داری تحقیل بعد آمدن گفتن که خب ما از اونجا که مخواستیم تحقیق مبارو کنیم و نه میگفتیم که این باید ترتیبی باشه که این قوا نتونن به مردم زور بگن تو یکیش این حقوق بشره اون هیچ تو مردم قوا سه قوا به هر جا دارن نامکار عملی در نقض حقوق بشر انجام میده تو حقوق بشر که از اونجا آمده تو منشه دینی داره دیگه پس این مقدار هم در اون چیزی که در حقوق انسان راجع است نمیشه من مخالفت کردی با که چون دین گفته ما نمیخواییم پس این نظام از پذیرتش اونم باید بعد آمدن دیدن که اصلا اگه ما بخوام بگیم که جدایی کامل خب این خطر این داره که این کلیسا از اینجا چون طبق اون گالیگانیش از دستای کافی مستقر و کلیسا ما فرانسه بود حالا اگر آمدی و گفتی مستقر کاملا خب این وقت میشه به اون کلیسای کافی مردم که دیگه شد در جا شده عملا یه دستگاه خارجی یه قدرت خارجی که کافی حالا حکومت میکنه بعد خیلی شاید همین فرانسوی ها حالا این چه کنیم این هست که نه گفتن تفاهم باید باشه بزنیم پس آمد به تفاهم که در حال حاضر عملا میگن که به اصطلاح لایسیتی ما شود دموکراسی هم در این زمینه هستیش اون دین تو قانون اساسی هست مثلا چشم
نگفتن رسمیه، اما همون ارزشات و قانون اساسی اینا به صورت اصول هست، حقوق بشر هست، کلیسا تمام چیزاش داره، در مدارس نظر معرف داره، مدرسه داره، خلاف اون خیالاتی که آقای جوزاری میفرمیدن مدرسه داره، بلکه دولت باید به حسابی از هزینه اون مدارس هم بپردازه، بله؟ اون آزادی های دینی هم داره که هیچ کدوم از بساط دیگه ندارن. علت هم میشد که تا اون مثلا جنگ اول بین المللی هنوز احزاب چپ و اروپا قوتی نداشتن، لیبرال ها مقابل بودن با کلیسا، بعد از جا احزاب چپ تری شدن، لیبرال ها تری شدن، اینا دارن همه جا میبازن، حتی اونها رفتن شدن پشت دادن به کلیسا، محتاج کلیسا شدن. درست شد؟ اولا اینجور که الان دو جریان در همین اون فرانسه شاید یه مسئله خود جای دیگه مثل مسئله به این صورت هم نیست که در فرانسه شده، این که جریان های چپ مثل جریان ضد کلیسا ضد آخونده ضد کشیشه، جریان های راست طرفدار کلیسا و طرفدار کشیشه، به ذره یه وقت خود تو تحت انتخابات که میشه مبینه که تمایلات راست خیلی مذهبی میشه آن دو که ما چنین همین طور این انتخاباتی که همین را الان دستراسی فرانسه بردن از وعده هایی که دادن که میخواستن عملی کنن که تظاهرات امریکا مانده شد، یکی همین پول دادن به بیشتر دادن به مدارس مذهبی بود که وعده دادن که رد گردن ها اگر گردن وعده دادن باید خواستن قانون برونن، قانون رو هم به ترتیب رسوندن، ولی به صدا تظاهرات عمومی رو همون شورای قانون اساسی نگهبان قانون اساسی مانده شد، به طور که الان در حال حاضر که ما هستیم بعد از دو قرن قرن انقلاب فرانسه میگذرد، این لایسیته به طور کامل به سود کلیسا تمام شد، دو قرن از این کلیسا کاملا در فعالیت از دولت بود، حالا هم مستقل هم همه امتیازاتش گرفته، هم شمعون یک شمعه اینا مجبور هم بدارن از اون نمایت رو هم علت هم این است که در مواقع مهمی این به صدا دولت عذاب سیاسی به صدا بنیاد سیاسی به صدا به بنیاد دینی رفته برای کسب حمایت از جمله در دو جنگ اول دوم، چه به صدا وحدت مقدس رو این کلیسا تأمین کرده در نبرد در ضد متجاوز خارجی که باز دومش نازیز و فاشیست بود. حالا در بعد جنگ دوم لایسیته جدیدی پیدا شد در شرق اروپا که رژیم های کمونیستی بودن که به معنی جد دین ها که اون نتیجه شد این وضعیتی شد که تفصیل بیشتر این بردازیم که مورد شد از این حالت که اونا رفت هم بگار شد یه مذهب قشتی اون رو اونجا تو جامعه های همین اروپای شرقی که به صدا خودش باید از این داره شد دنیایی ندارانست نو بشود بنیاد سیاسی ما نه نو شدن اون شد چقدر مصیبت بار میشه. خب این تاریخش بوده در رابطه دولت و کلیسا به طور مختصر در اون چیز قسمت که مربوط به رئیسی در حالا ما در حالا چقدر شده شده من در در بعد بعدی میبینیم بردازیم به لایسیته هر جنبه های در این که الان در دربستن و مقایسه میکنیم اون تفکرات رو با قرآن، ببینیم این که به صلاح وضع امروز چگونه است. طبیعش این بود پس ما در این وضع امروز رو قسمت رو بعد کردیم، یکی تفکیت اون را یکی رئیسیته در بحث آینده به رئیسیته می‌پردازیم در شبکه‌ای.